مسئله فعالیت های سوال برانگیز اتمی جمهوری اسلامی ایران و نامشخص بودن پاسخ آن دولت به پیشنهاد کشورهای 5 به علاوه 1 و همچنین تحولاتی که در موضع بعضی از اعضای این گروه به چشم می‌خورد رو در یک بخش در این بخش از برنامه با یک فیزیکدان ایرانی در ایالت کالیفرنیا در میان می‌گذاریم. آقای هادی تهانیان اردستانی، مهندس محیط زیست که تخصصشون مدیریت زباله‌های اتمی است، اکنون از ایالت کالیفرنیا به ما پیوستند. خوش آمدید به برنامه خبرها و نظرها آقای اردستانی. با سپاس و درود، خیلی متشکرم از اینکه این فرصت رو به من دادید که اظهار نظری بکنم در این رابطه. آقای اردستانی، شما رئیس کمیته اتمی سازمان مرز پرگوهر هستید. خواهش میکنم در ارتباط با گزارشی که اخیراً کمیته شما در ارتباط با فعالیت اتمی جمهوری اسلامی تحت عنوان بمب‌های کثیف در دست‌های پلید منتشر کرده توضیح بدید. بله، این گزارش یکی از کاملترین و جامع‌ترین تحقیق و گزارشیه که در مورد فعالیت‌های اتمی جمهوری اسلامی تا به حال ارائه شده و حاصل فعالیت‌های شبانه روزی من و همکارانم در سازمان مرز پرگوهر هستش و بررسی می‌کنه تمام فعالیت‌های اتمی ایران رو از نقطه شروع تا نقطه پایان، یعنی امروز که البته هنوز به پایان نرسیده، از لحاظ علمی و سیاسی. از لحاظ علمی به این جهت که یک سری تخمین‌ها و یک سری اون چیزایی که نمیدونیم همش نیاز به یه سری توضیحات علمی داره و از لحاظ سیاسی همه اینها به هم ربط داده شده و یه سری زنگ خطری رو ما برای جامعه جهانی روشن کردیم که بدونن که بیشتر از این نباید فرصت داد به دولت جمهوری اسلامی که این بازی رو ادامه بده باهاشون. بله، من در مطالعه مختصری که روی این گزارش کردم آقای اردستانی، چند نکته اساسی رو مشاهده کردم که میشه گفت در تمامی گزارش ها و ابراز نگرانی های جامعه بین المللی و آژانس بین المللی انرژی اتمی و سازمان های قانونی درباره فعالیت های اتمی جمهوری اسلامی به چشم خورده و اون نکات هم غیر شفاف بودن این فعالیت ها و عدم دسترسی بازرسان سازمان انرژی اتمی به نظارت آزاد و کامل این فعالیت هاست برای اینکه تایید کنن ادعای جمهوری اسلامی رو مبنی بر صلح‌آمیز بودن این فعالیت ها، همطور تلاش دولت جمهوری اسلامی برای دستیابی به فناوری تولید بمب اتمی است که با ادعاهای جمهوری اسلامی مغایرت داره. آیا این نکات درسته و شما چیز اضافه ای اگر میل دارین نکات اضافی رو بفرمایید؟ بله، همونطور که البته شما گفتید یک مطالعه خیلی سطحی داشتید، اگر مطالعه عمقی داشته باشید میبینید تمام اون نقاط تاریکی که وجود داشته رو ما سعی کردیم بهش بپردازیم و روشن کنیم، به خاطر اینکه ما یک سری اطلاعاتی رو داریم که از داخل ایران به دست ما میرسه و خیلی نسبت به اطلاعاتی که سازمان انرژی اتمی و یا بقیه سازمان‌های بین‌المللی دارن خیلی این اطلاعات قوی‌تر هستش و تازه‌تر هستش و نتیجه گیری که میشه کرد اینه که این فعالیت ها واقعا نگران کننده است و باید جلوی فعالیت رو گرفت. و البته اون چیزی که من توی این گزارش بهش اشاره کردم این هستش که یک گزینه دیگری که جمهوری اسلامی داره برای تولید بمب، یک بمبی است به نام بمب آلوده که نوعی از بمب اتمی هستش و نیازی به غنی‌سازی اورانیوم نداره و به همون اندازه ویرانگر و کشنده هستش و من سعی کردم این رو به جامعه جهانی بگم که نباید فقط از ایران خواست که جلوی غنی‌سازی اورانیوم رو بگیره، باید از اون خواست که به طور کامل فعالیتاش رو متوقف کنه، چون که حتی اگر غنی‌سازی را متوقف کنه باز هم این دولت بسیار خطرناک خواهد بود برای جامعه جهانی. آقای اردستانی، گزارش هایی بود در ارتباط با کیفیت این بمب های آلوده که در ارتباط با مؤثر بودن اونها حتی با توجه به مقدار بسیار ناچیزیش که قابل حمل، یعنی حملش رو هم خیلی آسان می کرد. اگر ممکنه در این باره توضیح بیشتری بدید.
بله، بمب های آلوده بمب هایی هستند که نیازی به غنی سازی اورانیوم ندارن، نیاز برای ساختنشون نیازی به تکنولوژی پیشرفته نیست، خیلی راحت میشه اونها رو ساخت، میشه استفاده کرد از زباله های اتمی، میشه از سوخت مصرفی استفاده کرد. این بمب ها به راحتی قابل حمل هستن، حتی در یک ساک دستی قابل حمل هستن و به همین خاطر این یک گزینه ای که خیلی برای کشورهایی که دوست دارن عملیات های تروریست انجام بدن یه گزینه خیلی خوبیه و از لحاظ این میزان و قدرتی که دارن برای خرابی، ویرانگری و کشتار، از لحاظ علمی من میتونم بگم دقیقاً به همون سطحیه که بمب‌های اتمی خواهند داشت و بمب‌های اورانیوم یا پلوتونیوم خواهند داشت، منتها شاید خرابی ساختمان ها به اون صورت نباشه چون اون قدرت ارتعاش رو ندارن، ولی از این لحاظ که پخش میشن روی سطح زمین و این تشعشعاتی که ایجاد میکنن و اون تأثیری که میذاره روی جامعه، روی بدن انسان، سرطان زایی و اون تأثیراتی که روی سیستم تنفسی میذاره و این که جهش های ژنتیکی که ایجاد میکنه، اثر اون تا نسل چند نسل بعد باقی میمونه در روی جامعه و از این نظر بسیار بسیار خطرناک هستن این بمب ها و این به نظر من یک گزینه ای است که جمهوری اسلامی با توجه به این که تا به این لحظه هیچ گونه شفاف سازی در مورد برنامه دیریت زباله‌های اتمیش ارائه نکرده، فکر کنم یه گزینه هست که به اون چشم داره. خیلی سپاسگزارم از آقای مهندس اردستانی که از کالیفرنیا به ما پیوستن. با سپاس از شما، روز خوش.